رسول اون چراغ روشن کن. خب حالا پهن کن این طرف. ها بابا، یعنی سرشو بده این بر. نه اینقدر یخ داده اومد. بازم بده، بازم بده، بازم، بازم بده، بازم بده، بازم بده. خوبه، خوب. حالا خب برو نقش قالی هم بده بالا یخته. بده بده. آه خوبه، خوب، خوبه، خوبه. حالا بیم بر، حاضریم دیگریم. خب یه دقیقه باشی مینم. ببخش هم از این. خب حاضر بیتو با سلام بیبی. چرا چرا اینقدر تون اومدی؟ من گفتم ها سر کار اومدی، خسته ای، باید یواش بیا. تو گفتی خوشحال باشم. خب من گفتم خوشحال باشی، نگفتم که بدو. بیبی این هم یعنی به چه دونست یخ تا بیش بیشتر نگاه کن. رو سایدم هم یخ تا کشین جلو. خیلی ممنون. حاضرین دیگیریم برو. آخه دوزم کنم خسته. آخه ببخش، خیلی ببخش. یما بیبی شما که با این شونه بزنیم به قالیا خیلی جالب میشه. آخه من اینقدر نبافتم که بخوام شونه بزنم. حالا بابا فیلم برداری یه بیبی طوری نه دلی چی. حاضر برو منیش. آخه دوزم کنم خسته. سلام بیبی. سلام. چیکار میکنی؟ دعا به جونه. خسته نباشی. تو هم خسته نباشی. حالا بیبی تازه حقوقم رو گرفتم و نگاه کن. بری کلان بری کلان بیبی چیزه با این پولا میخوام اگه شما اجازه بدین از این پولا یه عکس واسه خودم بندازم. اجازه میدین؟ البته. خب حاضرین؟ حاضرم. خب من تو برم. آقا اینجا ها میتی داره با حسرت به عکس ها نگاه میکنه. آقا اینجا رو برای تیتراژ گرفته ایم. آقا اینجا میتی برای پیش میگه کسی عکس ها دیده است. بعد بیبی هم یخ دانه سیتش بوند که خب عکس بگی، ولی خب یه دونه بگی. پولاده که این همه زحمت کشیده براش زیاد خرج نکن. آقا این بیبی خودمون استرد بازی میکنه دا مینی چه بازی خوبی ازش گرفتی؟ آقا منظوری داشته ایما. آقا ببینی چه لوکیشن رو انتخاب کردیم؟ خیلی گشتیم. آقا این رسول بعد میره پیشی میتی او که دوست میتی هست دیگه. میره پیش میتی میگه که من یخت پول لازم دارم و به من پول بده و میتی هم میگه نه و میخوام عکس بخه عکس بندازم و از این چیزا. بعد رسول خیلی خوش تنها میکنه نمیگه بده و اینا. بعدش خب میتی هم دلش برش میسوزه و 100 تومنش میده. آقا از این صحنه هم منظوری داشته ایما. آقا اینجا رسول داره برای خودش کار خودش رو میکنه. او خبرم ندارد که میتی درباره چه فکرهایی میکنه. آقا اینجا میتی خیلی عصبانی میشد و بعد میگه که من با این قیچی سرشو او خیلی عصبانی میشه دیگه. بعد ببینه سیتش میکنه و میگه نه و فلان اینا و میخواد آرومش کنه دیگه. یه روز مهدی میره تو کارگاهی که رسول کار میکنه. آقا اینجا هاش دیگه تاریک شده. آقا برای چیز تاریک شده؟ خوب بود. موقع کار کردن با مربیت باید بیشتر در تماس باشی. این قسمت هایی که تاریک شده به خاطر اینکه فیلم حساسیت بالا استفاده نکردی. ما هم اینجا نداریم. من یه چرخ فیلم معمولی بهت میدن، اینا رو ببر تو بازار، یه مقدار پول ازت میگیرم برات عوض میکنن با فیلم حساسیت بالا. در ضمن برات تکرار کردن دیگه اینجا فیلم بهت نمیدیم. موفق باشی. Thank you.
دستان خواستا یکی جا خودش یکی هم خلو بی بی جمعان منا یخت پول کم دارم بی خود از روز که این دست گرفته پول خورک پیدا کرده پولم کجا بود من تا یه قالو نفتاد یک قرون ندارم باشتالی کاری نداری چیزی نمیخوای؟ خیلی ممنون نه خیلی چیزی لازم نداری نقده چی بذارم بخوای؟ مشتعلیم از پشت بنا رو کاکل کنه بارد به چسمت به کاره دستانو که نمیتونه کار کنه پیره من بارد کارگر بگیره میتقد موز میگیره که بارد کارگر بگیره سلام مشتعلی سلام علیکم صحبت خیر صحبت نخواهم بکنم خسته نمشی سلامتا یو تا خستگی خیلی را خسته همون جو حالا همون اول صبح مشتری بله میگم کارگر کم شده نه جونم کارگر فرعون است چرمش نیست کارگر فرعون مشتری بله میگم کارگر گرون شده سا نه عزیزم گرون نشده اچه شما یه کارگر گرفتید احتیاج نداریم مشتری بله وضع چطوره است از گرونیه آره والا خیلی گرون است اگه بخوای دو تا حلقه فیلمی 40 آس آ بدی یا 160 به جاش بگیری یا باید 200 تا اثر بدی یکی پیش آمد با آبی یکی جا خود یکی پیش رفت یکی بگی یکی امروز سای ما کارگر شما شده ایم اختیار داریم ما کارگر شما ایم نه چه کارگری من دارم برای شما کار میکنم پشتمونی شماست برف بارانش سر من که نمیاد رو سر شما میاد حالا شما میان چای دونه بخورین از شما دادم شما درست میکنید مشتلی ولی خب این کار کاری شماست درست است که ما بچیم ولی خب حساب کار دستمون است اونقدرم که شما فهم کنید ساده نیستین وقتی که من شما کمک کنم اما کارتون زودتر تموم میشه موز رو میگیریم میریم سر یه کار دیگه اونجا موز میگیریم خب حالا منظورت چیه؟ خب منظورم اینست که موز ما چی تموم شه؟ بارو بابا من کمک نمیخوام دستان پینه بس پاهم درد گرفت مالی مردم خوری عاقبت نداره وای نداره وای نداره
کارگری مفکی رو بردش. آدم خواست یخت حساب کتاب حالیش بشه. ها میره. از قدیم گفتن دا مال حرومو مریضی میارد و بابا تا اون میاره. بابا جون خفهم کردی؟ بگو چه؟ هرچی میخوای میدمه. بگو چه؟ مشتلی در بس نوکردم، در بس کارگردم اصلا. مشتلی خسته نباشی. سلام علیکم شوید مجیدم کاری بکنیم. خسته شدی ها؟ دست دادم دست کار دیمشون شد چرف کنم که خوش نشد. خسته نماشی. مجیدم باتی خداحافظ. سلامت آمین. مشتری خداحافظ. خوش اومد. زحمت کشید. مشتری بله انگار یادت اون رفته است. کیا؟ همونه دیگه. ببرم همین؟ بله فرماتو هایی ببرم دست سلون دار نکن. خوش اومد. حجی بیا تو خورم. سلام آقا. سلام آقا مجید. چی طوره امون؟ خاله خوبه؟ بله. اینجا چی کار میکنه؟ چی هم تو آمده؟ خب باریکم. به چی شهر هسته؟ دور بینه. بی به حالش خوبه؟ بله سلام رسونم. یه کاری برای من میکنم آقا مجید؟ بله حتما. اگر این زمان میتونی یه گارو پیدا کنم این فرش رو ببرم از کجا بدم؟ آقا عزیزم علی مراد هم قرام هست اینجا سستش بزنم یاد بردم چشم باری کلا بادم اینه بافتی کجا بزنم؟ بافتی سامانه هر در زده بیمه خوبم علی مراد با یه قالی از گفتن بیا ببرم صد تامن آلی من کنیم صد تامن فقط گفتم بو بیارم صد تامن خب خیلی ممنون مجید دست درد نکنی علی مارا بله خونماره چه بلدی؟ بله بله تموم شهرم بلدم کجاست چه بلدی؟ دمی خیابون در سبزه خب مجید جان با این علی مراد برو خونه را بلدی آقا ساعت تامم ساعت تامم دو قدم را ساعت تامم ساعت تامم ساعت تامم خب برو تا با ساعت تامم ساعت تامم خب خب آقا مجید تا
تابا رو فرش خالی چرد بگو تو خونه 50 تومنش بده. سلام من ببینی برسی. خدا... دست در نکنه. خدا حافظ. ای عباس بیا و بیعت کن. تینو زمان تینو زمان غمده بخارم. بچه هم ساز بزنید اشیه دیدم. رب 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 مردون هستن؟ نه خیلی. آقای کیوان گفتن که این قالیو بیارید. بفر علی مارد بفر. این چی چیه؟ این دوربینی فیلم برداری است. منم برم فیلم سازم. دست ما درنک. آقا آقا نه نگیر. نه این همینطوری است. فیلم نه پول بده ما. من تلفن برم کار دارم. الان ما مالشون نیستم. آقا من کار دارم. میخوام برم پول دارم. آقا شما گفتم اون بعد من کار زندگی دارم. کار زندگی دارم. من شما بیرون کار دارم. بخوام خدا آقا پولی نسی دو شد حالا کس خونشون نیم من پول بده معلومم شکایت میکنم پول هم بالی کردن بده آقا کیم خوبه برده من نه من قبول ندارم معلومم شکایت میکنم پول میخوام من یه آبر روزم کنم شروع میکنم درمه جا این پول ها بره بده پول ها بره بده پول ها بره باشد زشته پول ها بره میخوام بخور پول ها بره میخوام بخور آقا این آب رو دارم بهت میدم میده یا آب رو دارم این آب رو دارم من اون داره من پول همه میخوام من حالا میرم شکار میکنم در این خونه میرم در بیتینی همینطوریه همینطور اخلاقشو داد بزنه آره علی مرا ساکت باش داد یا فریاد میکنم پولا نمیخوام سوالش نمیشه اینا پولا میخوردن یه خودم پولا میدم اینا مالی مردم خورن پولی مره بده پولی مره بده والا پولی مره بده پولی مره بده صد تومن تهی کردم صد تومن صد تومن تهی کردم خب داد نزم صد تومن تهی کردم خدا بری باری کلا مرمون ببخشید مرم ببخش کیوان پولت بیده اگه نمیده من نمیخوام که جیب خودت بده این پوله بس تو بیا این پوله نه میده نه ازش میگیرم نه حالا پوله بگی بیا پوله بس تو بگو پولا نه میده نه بسو پولا بسو بسو نه بسو بسو خودم ازش میگیرم نه بسو میگم خودم ازش میسونم نه بسو بگی تو من خودم ازش میسونم قیمت من تو قایش میکنم سر این 5 درصد بشم سلام بیشتر تخفیف 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 بیشتر این مقتول چنده این 170 بزن حجا قاعد یه چند ستومن مراد آقای کیوان دارم همه علی مراد خانم خوام بگیرم برم دور بگیرم خیلی کار دارم خوام فیلم بسازم اینقدر کار دارم که خدا تو چی میگی به خاطر صد تومن من کف باز آورده هی میگی صد تومن طلب کنم صد تومن صد تومن صد تومن کنی این صد تومن که تو صد تومن مولا
خدا حافظ کارشون داره در مغازشون 50-60 هفته از اون زره نیمه دون انواع اقسام رنجای متفاوت داریم هر نوشو بخواد اینا خوبه اینا یزدانی شما اصلی نقشاش اصلی 200 تومن بیا مجید آبرو من خیلی جا کنه 100 تومن 100 تومن به خاطر اینکه پول دادی نه دیدی نیست من قبول کنم مجید جون این هم 200 تومن باشید صادراتی هم بدید من میدونم که شما آدم خوش حسابی هستیم ولی خب میدونم سعیدون شیوغه سیو یادتون میره من همشه با خودم گفتم که آقای کیوان به مثل بگردن ما حق دارن آقای کیوان به ما پول قرض دادن بعض اون آقای از ما نگرفتن هم شما به آقای کیوان بدهکار بودیم یه بارم آقای کیوان به ما بدهکار میشد زمین که با آسانونی میرسد که عزیزی من تو ترا اینقدر عجولی آخه من باید برم خونه بپرسم قضیه چه قرار است برجرم کف بازار تو هم بهم گفته قضیه چه قرار است بر اساس این که میدونم قضیه چه قراره با کفی بازار 100 تومن به تو بدم من تا ندونم قضیه چه قراره همین تو که کفی بازار 100 تومن این تومن به تو بدم قبول داری این حرف بس. خب دیگه پس چی میگو نه بدن من قرار عرض جون باشد عزیز من که اینطوری که نمیشد که باید برم بگیرم شد پیداشون کرد زور میرم خونه خدا سلام آقا اینجوری خوبه خسته شده آقا خوبه اکبر آماده باشی دوربین برو بازی رفتم برو دوربین شلیک دون بکن خوبه جیباشو بگر خوبه برو سراغ کی خوبه رفتم خوبه برو سراغ کی جون بکن برو سراغ کیف کیفو بگر چیه؟ نگاه کن بگرم کنی شوز هم این بتریه؟ نه بابا ویدئو خوبه؟ هفتی رو بتوی کال بخشی بخشی هفتی مالی تلویزیونه؟ خوبه ببین پولا رو ببین پولا بذار توی کیف کلید رو بردار کیفو بیار جلو خوبه همینطور لگد بزن خوبه آقای کیوان، مرحبا، پولم احتیاج دارم. پول؟ بله. کدوم پول؟ هم پولی که دارم به علی مارو قالی آورد اینجا. گفتم بگه از تو خونه بدم. بله خون من دادم. شاهدم داری؟ بله، علی مراد شاهدمه. کی؟ علی مراد. علی مراد؟ محصه علی مراد قبول دارم. آقا پولی هم مره بده. کجا مره بده. پولم بده. میگم برو آقا. میخوام برم آقا. پولم بده. عادت میکنم. ای بابا.
میبینی بیبی خانم آقا مجیددون چی تو با آفرومن بازی کرد؟ خب دست میکرد تو جیبش صد تا یه تومانی صد تا یه تومانی صد تا یه تومانی پت میکرد طرف علی مراد. من چه پولشو نمیخوردم بیبی خانم، میخوردم. آقا کیفم، آقا کیفم، میبینی بیبی خانوم آقا مجید چی تو با آبروی من بازی کرد؟ پولی منو بده! من زخمتو شکایت میکنم، نمیخوام پولی منو بخوریم! سلام، سلام. آقای کیوان هستن؟ نه. میگه برمونو خانه میان خونه؟ اوه حالا کوتا نها، برای پول قلی اومدی؟ نه اصلا، من یه کار دیگه داشتم با آقای کیوان. شاید تونستی در این مغازه پیداشون کنی. خیلی هم فیلمتون رو پر کردی؟ نه یخت دیگهش مونده. خب خدا اصله پیش گیه؟ بشتم بشتی دادم آخه چطور تو حالا نایمدن؟ شما نمیدونیم کجا رفتن؟ نه. پس شما چه شریکیم که نمیدونیم کجا رفتن؟ معذرت میخوام که نمیدونم، ببخشیم. حالا کجا رفتن؟ کی میان؟ کجا میان؟ نمیدونم. شما که هیچی نمیدونی؟ پس کی چی میدونه؟ اونم نمیدونه. محمد آقا، آقای که ایوان کجا رفتن؟ رفتن گفتن شما بیا.
میگم ها قالیا رسوندم ولی علی باید خیلی آدم میکتودنی مردم من میخوام از شما سوال کنم اگه یکی همین الان سری را برسه و به شما بگه من از تو طلبکارم درست میگه پولش میده خب معلومه اصلا میده دیرو کفی بازار آبر و حیثیت من این بچه برای 100 تومن برده امروز هم توی مجلس عزیز میراکون ببین با آبر و حیثیت آدم چطوری بازه میکنن آقا من نمیدونم بابت چی بده کارم اگه میدونستم یادم ولی نمیدونم اونم 100 تومن به این مدرسه عزیز نمیدونم بیا ثابت کن بابا تو چیز با طلب کارت بهش میدم خب اگه طلب کارت بهش میدم ولی به این مدرسه عزیز نمیدونم ها؟ من اگه به این مدرسه عزیز بدونم چه بابا تو چی به این بده کارم خب میدمش ولی وقتی ندونم باید قبول کنم خب شما قبول نمی کنی معلومه است خدایا من ببخش که توی مجلس عزیز همش به فکر پولم خب پول عملی جیمی از زحمت کشیدم براش یه کار میکن که پولی ما نسوزه خواهم برم فیلم بخرم فیلم بسازم فیلمم نصف کارم مونده است بابا میگم قالیا برد خونه کسی خونه بود؟ بله قالیا برد خونه کسی خونه بود؟ نه فقط دختره بود پس پوله چی ده؟ خودم دادم تو؟ بله چقدر دادی؟ قبشون مرد آدمم اینقدر بیتاقت قابل نرد آقای شیبان دیگه قابل ندش اینقدر سفرال دنبالی معیم بدی چی کار چقدر میخوای تو چقدر ها؟ نه چقدر میخوای بگو مجه
خب بگو ازاد طلب کارم این چه دیگه رو در واسه ندارد به تو. نه آقای کیوان برای تلبمون نیست. اگه برای تلبت نیست پس برای چی دنبال ما را افتاده؟ چقدر میشه؟ ها؟ چقدر میشه؟ قابل نره آقای کیوان. چی میگوی تو؟ یا؟ کنجا؟ میگم اگه بگی تو خونه منتظرت نیست علی آقا نهار خونش دعوتمون شد بیا بریم. نه خیلی من مزاحم نمیشم. به مزاحم چی چی هست من کاری دارم. خب یه کاری برم انجام بده. بیا بالا ببخش علی آقا. مهمون داری؟ میگم علی آقا یافته به این باق شاید برست آقا هیچ مردی باید خیلی اینجا بزار جش مسی بتره نهارا آماده کن. خب منم که بهت میگم آخه تو یه دریازی میرم تو به چرد امون خدا بابا باید بزنه بزنه پاش خرابش کنه بزش استفاده ببر برادری من تو رقی که باید بکنه نکردیس مزید بیا بگا بیا تو آقای کیوان این قالی همه خالی که زیر پا ماست؟ مال کجاست؟ مال کرمانه؟ شاید آها من فکرم مال کرمانه. نه فکر نه شاید میگم اون قالی که ما با علی مراد بردیم خونه شما اون مالی کجاست؟ اون آقای یزدانی اون گفت چه قالی نجف آباد اندازش هم 3x4 سی نه؟ آره 3x4 3x4 میگم آقای کیوان عکس 3x4 میشد بزرگ کرد ولی قال 3x4 نمیشد. خب آقای کیوان این قالی نظف آباد 3x4 با عصبش نمیخورد که 3x4 باشد این قالی سواد بود که خدا میدونه. میگه تو بلند کردی؟ نه من بلند نکردم ولی خب به علی مراد کمک کردم که برد قالی آدم ایمون که لابد زوری تو زیاد بوده. نه زوری من زیاد نی آکی ما ولی خب این کال 3x4 نظف آبادیه با خیلی سبک بود اما علی مراد اینقدر قور زد که خودم چرا؟ اصلاش این علی ها علی مرادا خیلی آدم میتونه حرفه نه مجید جون پاشو کنم چهری جون بکن صفره رو بنداز دست سه در نکن علی آقا این علی آقا عیالش حرف نداره که غذا پختن کارش علی مراد خیلی آدم بیتودن نیست. تو مسجده هم خدمتون عرض کردم که علی مراد خیلی آدم بیتودن نیست. ما آقای کیوان اصل اصلی موضوع که من میخوام خدمت شما عرض بکنه این است که ما قالی 3x4 نظف آبادیه رو بردیم با علی مرادم خونه دومون گذاشتیم رو ایوون. بعد از دخترتون پرسیدم که مادرتون هست گفتش مادرمون نیست. بعد علی مرادم خیلی آدم بیتودن نیست. اینا همه به کنار اینا رو کارشون نره. اصلی موضوع که من میخوام برای شما توضیح بدم این است که قالی مبارکتون باشه ما با قالی 3x4 نظف آبادیه رو بردیم گذاشتیم رو ایوون به علی مراد. بعد از دخترتون پرسیدم که مادرمون هست گفت نیست. علی مرادم آدمی بی تو دهنی است خیلی هم بی تو دهنی است. اینا رو اصلا کارشون نداریم. ما قالی 3x4 نظف آبادیه رو که بردیم هم خونه دوم علی مراد گذاشتیم لبه ایوون رو به دخترتون گفتم مادرون هست و اینا همه بکنا. حسن هوا شهلی جون مجید جون حرفه یادت نرد این چچا حالا نه هوا نیم ساعت دیگه قوم دستت بریز نیم ساعت دیگه میبر در این مغازه میده به شریکی من بیجوری نه او میگوی چه آقای رحمانی بعد از اومد که چکشا بگیرد از طرف من اوز خواهی کنه از آقای رحمانی قوم دستت علی جون اوز خواهی کنه بگه چه آقای کیمان بعد از اومد نیمیاد چایی چه نمیخوری ها؟ نه
خب قربونه دست در نکنه خیلی من متکا گم نکنی قصه نباش علی آقا میتونی هم به شریکم بگو که چقدر این علی مراد بی تو دن باری که رو بودا میگن بودا سلام کیوان بیان یه کار خصوصی با دون دارم بیان خب همینجا بابو آخه آبرو ریزیه است آبرو ریزی؟ بله آقای کیوان کی میان در مغازه من کاری دون دارم فردا فردا فردا؟ جون اون یه دونه دختره پول ما رو بده دخ کرده دخ کرده دخ کرده پول ما رو بده گفتی دختر چه برم پول مردم رو بدم ای حواس پرتی داره به خدا سلامی سلام صبح رفته حالا غروب اسم میاد کار زندگی که دیگه نداری که اینو بگی دست صبح که میشد برو به امید خدا بی بی دخترم میگفت مجید با بزرگواری تموم صد تومن رو پرچت میشه علی مراد و دهنش رو بست بی بی دخترم میگفت مجید با بزرگواری تموم صد تومن رو پرچت میشه علی مراد و دهنش رو بست ببینی ببی صد تومنه چه داده است هیچی اصلا و ابدا تو رو خودش نیورده ببین چه طاقتی داره این بچه صبح تا حالا یه کلام با من حرف نزده صبح تا حالا هر کی که جایی بود میپرید و یخه منو میگرفت و پولش رو میخواست اما این بچه چه دست و دلبازی چه سخاوتی ببی شیرو ببن آبی خود پر شد ببخشید آقا من دیگه چند دیر شدم اومدم پول رو بدم مجید در میزنن مگه نمیشنوی اومدم بله بیبی گفت از برای زار و خورمای بیارم او بردم بیبی عجب مکافاتی داریم ها حالا اومدیم تا یه ما دیگه یادش نمید پول ما رو بده یادیم نست شما اون روز یه قال خریدیم قالی؟ بله یک ماه پیش خب راستیاتش پول علی مراد رو من دادم بعدم روم نشد که به شما بگم خب پسر من چه کفی دستم با اون نکرده بودم یادم میوردی بهت میدادم حالا چقدر شده؟ صد تا ده ها ده نشد دو قدم راه را گفتم 50 تومن نه 100 تومن بیا
اینم 50 تومن خدمتی شما. بله قابل شما رو نره دا، ولی خب من 100 تومن دادم. ده شما حالا 50 تومن ضرر میده که از این به بعد بفهمی چی طوری باید پول خرج کرد. آدم اینقدر کنست؟ خب مرد حسابی تو به یه تیکه از این اطلاعات میتونی 100 حلقه فیلم 160 بخری. من فقط 100 تومن دادم. اگه بخوای تو زندگیت اینجوری ول خرج بکنی هیچی نمیشه، هیچ. بیا این 50 تومن 50 تومن دیگه شم میگیری چی کار میکنی؟ از خودش میگیری. باشه میگیرم. علی بابا پولی مارو بده. باید بینم، باید بینم. باید بینم، باید بینم. نه خیر دعوا ما نمیشه، باید یه فکری اساسی بکنم. آدم گوش نمیشه. بگه حق دارد من نگرفتی با کمالی پر رو گی. خب اگه زبون کوتاه شده برای از اونم بگی. راست میگه دا، تازه اون تلا فروشه سو وضعش هم خیلی بهتر از مشعلیه. درست است آقای کبان وضعش خوبه، ولی خوبیت نداره. چقدر آقای کبان ملاحظه ما رو میکنه، چقدر پول قرض میده و پس نمیگیره، چقدر همیشه هوای ما رو داره. خوبیت نداره داخل کارا. اصلاش براش نامه می نویسم بی بی. برای کی نامه می نویسی؟ برای یک. افتاده. اگه یه آدمی بدهی کار باشه تو سید نومش می نویسید که بعد از مردنش بدهیشو بدن. حالا کی بده کاره؟ هیشکی، همینطوری پرسیدم. بگی بخواب، موقع خواب که آدم حرف رسیه تو مرده و اینا نمیزنه، خوابی بعد میبینه. بگی بخواب. بیبی اگه یکی بدهیشم کم باشه بازم تو بس یه نومش می نویسن یا نه؟ بله می نویسن. بعد باید زن به چشم بدن دیگه. این آدم مدیونم، باید بدن. بی بی اگه مرده یادش رفته باشد که بده کارست، یا ندوند که بده کارست، چی طور میشه؟ باید برد به بازموندگانشون او طلبکار بگه که من اینقدر از مرده شما طلبکار. اگه قبول نکردن؟ یعنی طلب میره؟ اونش بگیرانیم برم. اینا امتحانه، درسه، تو کتاب ده. چیه اینا؟ سوال میکنی از من؟ میخوام براتون بخونم. نامه؟ بله. از چیه؟ از خودمه. خب چرا حالا میخوای بخونی؟ بگو. آخه خوبیت نداره. خب بیا بخون. آخه یخت سریه. بله.
سلام. سلام جرا. آقا چه ما نمیدن اینجا؟ نه چطور مگه؟ میخواستم بگم که این نامه رو بدین به آقای کیوان و بهشون بگون خودشون بخونن، چون که این نامه یخت محرمانه است. چرا به خودشون ندید؟ آخه تو خونه با یادشون میره، از ممتراشه یادشون رفت است، چرا رسد به این دیگه؟ نگفتم بده به خونه، گفتم چرا به خودشون ندید؟ آخه یه جورایی است که اگه شما زحمتشو بکشین دا خیلی بهتره. خیلی ببخشین دا. خیلی ممنون. بده این به خود خودشون ها. خب حالا بگو ببینیم چی نوشته. نوشته 100 تومن شما بدهکار میشی. من؟ نه. ببینی ببینی اینم آقا مجید دون که اینقدر تعریفشو میکردم چه الهین زبون لال بشه. میبینی؟ میبینی چی تو خوبی آدم های کفی دستش میذارن؟ میبینی چی تو با آبرو آدم بازی میکنن؟ اونم به خاطری صد تا یه تومنی. آقا کیوان، آقا کیوان بیا تعریف کن، بیا تعریف کن. وای بابا رو چندین ساله خودم هم بخشت آقا بگم اگه میشه نامه رو بده انت خیلی جورایی است که به تس خودم بده. ببخشید آقا ببخشید بگم اگه میشه نامه رو بدم به خودم خیلی یه جورایی است که بهتر خودم بدم. نه آقا چه ما ببخشید آقا آیشون سفارشون که این نامه رو به هیچ کی ندن که بکنه، که اگه یه وقت این نامه دست یکی افتاد و خون آو به روی آقا کیوان میره، او همه برای آقا کیوان حرف در میارن که آقای کیوان مالی مردم خورست. آقا میشه که تو پولی اضافه از این فیلم های چیل بدیم؟ نه آقا این از همه از طرف نداریم، من از این کار رو هم نمیدونم. برید پولشو بیارید که بهتون بدیم. پول حلال اینطورش. بیا حرومت باشه من راضی نیستم. نبایستی پول گرفته باشین شما، حالا که گرفتین راضیم. یعنی حلال است دیگه؟ بله نوشی جونه حلاله، شیری مادرم حلال تره دیگه. حلال حلال دیگه. نه خیر امروز دیگه نمیام. نه خیر نمیام، یه مریضی پیش اومده. فکر نکن. بله شما با آقای کیوان هم پول زدی؟ بله. حالشون چطور است؟ میتونن حرف بزنن؟ میشنون؟ شنفتن که میشنون ولی
تعریفی نداره. یعنی حالشون خوب میشه یا زمون امران عمرشون رو میدن به شما؟ اون دست خداست، ناراحت نباش، ایشالله خوب میشه. آقا. بله. ببخشید میگم پول شما رو دادند؟ به تو چه؟ یعنی منظورم نیست که پول تو دست و دست و دست قرض از مزاحمتی بود که مدی 100 تومن از آقای کیوان طلبکارن. گفتیم نکنید آقای کیوان خدا نکرده فوت کنه 100 تومن مجید لال بشی زن خودت فوت کن یا جد آبادت کات. قرض از مزاحمتی بود که ببینم آقای کیوان برای بده بسونی و حساب کتاباش وصیتی چیزی کرده سونه. مگه قراره بمیره که وصیت کنه؟ عجب آدم نشد. قرض از مزاحمتی بود که امیدوارم آقای کیوان 100 سال عمر بکنن. ولی خب عمر دست خداست و هر کسی هم یه روزی بالاخره باید بمیره. منظور؟ هیچی منظوری نشتم. کات. بازم نشد؟ قرض از مزاحمتی بود که آقای کیوان یه خورده حسابی کمی با مدید دارن. چی تو الان یاد تلاش افتاده؟ فکر کردین میمیره؟ کات. من که خوب گفتم این داره میگه میمیره. بعد از مزاحمتی بود که اومدم یادآوری کنم آقای کیوان یه بدهی کوچیکی به مجید دارن، فکر میکنم یادشون رفته. گفتم اگه یا خدا نکرده عمرشون به دنیا نبود. خجالت بکش بیبی، فکر میکنی کیوان چند سالشه؟ دیگه چجوری بگم؟ قرض از مزاحمتی بود که بگم هر مسلمانی وظیفه داره موقع مرگ. منظور؟ هیچ منظوری نداشتم، هیچ. قرض از مزاحمتی بود که بگم هر کسی بیبی. شما بفرمایید من خودم میشم. عزیز بودامت این بود که اولا من بیام یه احوال پرسی از آقای کیوان بکنم، دومندهش من یه تلبی از آقای کیوان داشتم که ستا هم بیشتر نیستا، ولی خب احتیاج دارم نیگه. حالا وقتی این حرف هاست مگر نمیبینیم داره میمیره؟ این چه حرفی بهش برد نزنی زن؟ کار نه ببین تو رو کارت خیلی هم خوب است. مگه شما نمیگه آقای کیوان دارد میمیره؟ پس قرض از مزاحمت این بود است که آقای کیوان تو نوردین تلب ما رو بده تنه سوخته است. بیبی بیبی علی مراد به این آقای کیوان بگو چقدر بهت گفتم هرس مال این دنیا رو نزنی، حالا پولیم به چرا بده بگو بگو. چرا پولیم به زیده نمیده؟ چقدر هرس دنیا رو میزنی؟ تو دم مرگی آقای کیوان. من میدونستم که شما حرف من قبول داریم، ولی گفتم یه وقت تا رسیدنی من به اینجا شما تموم کنیم. آقای کیوان قرض از مزاحمت این بود که من بیام یه سری به شما بزنم. بابا چش یه سری به شما بزنم، خواستم با به خدمت برسم ولی خب ببین نبود. فکر کنم الان تو راست دارت میاد اینجا. در زم این مرادم آوردم که تو این دم آخریه شعالت. کدوم دم آخریه؟ علی مراد کرایه کرایه چه کم نبود؟ ست تومن مجیدش خودش داد. ست تومن مجید خودش مجید داد. ست تومن مجید خدا برکت بدید خودش داد. مجید ست تومن مجید خودش داد. هرچی دلت میخواد بردم کم نبود خودش من که دارم میمیرم خودش داد. بذاری بالا بعد درست کردی برام.
سلام. سلام. علی مراد، می‌خواستم بگم. بفهم. هیچ. خواستم بگم خسته نباش. منم از یاد. یا علی. آقا بالا. بالا. خدا بالا. بالا. فامیل خدا. یا علی. بالا بالا. در دیگه باید چی بساز؟ ای با تموم کن. با کی کار داری؟ با آقای کیوان. آقای کیوان که مریض بود، بردنش بیمارستان. بیمارستان برای چیه؟ کدوم بیمارستان؟ آقای کیوان ببین آقای کیوان اتاقشون چنده؟ چقدر میشه ویزیتش؟ بله. این چیه دسته؟ دوربینی فیلم برداری است، درماش فیلم سازه. اون هر کشه نمیخواه؟ نه والا من هم تو فیلم بازی کردم. نگفتین آقای کیوان شو چی دارست؟ آف میشن یا؟ کیشونی؟ نوشی؟ میشه دوشون هرزه؟ نه، مالشون دوربینیم. گوششون چطور؟ گوششون میشنوه؟ گم نمیشنه. این اتاقشونه، وقت ملاقات هم زود برگ. حالا وقتی این کار هست؟ با اجازه ست تومن بیشتر من دارم میمیرم. من بخواه چی ست تومنی تو میدهدت؟ آقای کنم چه درست حالا رو خوشت باش. شما بفرمایید. خوب شما راضی باش. بشمار ببین درست باشه. بفرمایید. سلام آقای کیوان. بفرمایید. سلام آقا مجید، بازم به خیرتی. تو حسابمون چقدر بود آقا مجید؟ عرض به خدمت شما که 300 تومن پول گل دادن. لنگ فیلم حساسیت بالا هم هستن. دیگه هر چی دلتون میخواد بدین. بیا، تو این مدت خیلی عذاب چشیدی. ببخشید آقا، اشتباهی بودم. خیلی معذرت میخوام. ببخش. Ah.
اگه کاری داریم بگین دو چی آب میخواهند؟ الان برادون میارم. بفهم خب دیگه ببخش من باید برم. آقا شما چه دونست؟ چرا این همه داری ناله میکنی؟ من نمیدونم چی میخوان؟ برم اونجا بینم تو وسایل چیزی حتما میخوان. آب که خورد دوا. آقا باید دوا بخورید؟ دوا شد اینام چه بونی میده؟ بو این گل از زدتون میکنه؟ دکترم که اینجا پرستارم که نیاد دکتر بگم بیاد. این چیزی که میخند اوله چیه؟ الفه؟ ب؟ پ؟ پتو پتو میخند؟ پنجره آها گرمه شده از کلافه الان با میخورم نم پنجره سلام آقای کیوان. سلام آقا. آقای کیوان حالتون چطوره؟ آقای کیوان؟ آقای کیوان حالتون خوبه؟ خیلی هم هیچ که سالتی که نه هم که ایشالانی آقای کیوان هم خوب میشن. الحمدلله که شما خوبید. الحمدلله. شما بفرمون تو من بیمارتون رو مایلی بکنم. تشکر میکنم آقای دکتر. بیا بریم آنجا. خون لخت شد. ببین تو رو بعد برجام رونده دوباره خون گرفته
میگن خون کم است. خب بابا بگو چقدر چطوری ما چه میکنیم؟ حالا خوب میشه، دوران ما را حد نباش، خوب میشه، حالا خوب میشه. آقای احسانی بخش داخلی، آقای احسانی بخش داخلی. چرا نگه پیدا کنن خون باده در به در میکشید؟ اینشالله خوب میشه. نه دست خدا آدم نیست که بابا آدم ناراحت میشه. حالا توی یه ریوانی بابا من افتاد با این پولش رو بسود. منم چه خب واسم نموز وقت نمیز. آقای کیوان، ببخشید دیگه، با اجازه من برم. خیلی ممنون مجید جون چون میری تشکر میکنم میبخشیم دا خدا سلام منم ببی به خانم برسیم خیلی ممنون خدا بله علی جون حالا تیم واقعیت هم من خواهش میکنم خواهش میکنم نه قربونه چی که دارم درستش کنم تشکر میکنم خیلی ممنون آدر ما بازم یه سری اگر رسیم بزن تو ما دکتر بیاد ببینیم چی باید زد چی کار میکنم تو من اصلا نه هم واسفه نم دارم نه اون اشتی من خودم باید درستش کنم خیلی ممنون ساعت توانی ما رو بده تشکر میکنم آقا که ایمان امری فرمایشی چیزی نه قربونه حالا شما کجا میخواییم بیدیم؟ او ساتون خدا ده دفعه تمرین کردیم و علامت داری یا اینجا خب من آقای پوراتی آقای کیوان مگه زودتر بگه من سر جام وایم سم آقای کیوان دیگه آقای سلطانی آقای سلطانی بله شما اینجا چیکار می‌کنید آقا دیر گفتی به این سر علامت نگفتی رد شده دارم والا آقای پوراتی حالا بدی قد ریزه چه من از این فاصله نمیتونم ببینم بابا این دو تا پنبه سفید آقا یه تیراهن بیام بزن اینجا آقای کیوان ببینم والا توی راه نمیخواد چشم آقای پورم آقا یه چراغ چشمک زن بزنین که بگه خاموش رو شنشه بگه بگو نگو بگو نه والا خب نیم بینم اینه بابا برکن ها ریشا در چرا امروز نزده خیلی امروز بازم نو به تیم هاست آقای پورم آقا پیله چهره به ما بابا چرم برو آقای بهمنی بله این برانکار چند بار استفاده کردیم اون تو نه آقا این پارچه ایه اون پارچه ای بود این مخصوص پشت اورژانس از مطمئن بله این مخصوص پشت آمبولانس این از بیمارستان شریعتی هم گرفتیم با اون فرمون بله آقا مطمئن باشه درست تحصیلش خب آقا میگیریم آقا مرداد این دوتا خانم رو یه خورده زود بفرست که اونجا برخورد کنم آقا حاضرین نه 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 اون چیزم بهانه خوبی نبود برای اونجا که میخوای بیای تو چیز توی باغچه یه خورده با برگا بازی کن و اینا که دوربین هم بذارم نه دیگه دوربین نه برو میگیریم آقا حاضر بیا سرجات وایس چی کارش آقا ده دفعه هم یک بزنی همونه دیگه جاش تغییر کنید آقا بگیریم آقا بهمن قربونه دینار شما آقا کنار همه حاضر دوستان ساکت لطفا حاضر ساکت صدا زب بشه دوربین بیا مجید خدا برن کار داریا بازدر خدا کات این اشتباه تو این فیلم 10 دفعه غلط تکرار شده 10 دفعه گفتم خارج از فیلم برداری هم آقای سلطانی بگو آقای کیوان عادت کنه بیچ آقای کیوان آقای کیوان مجی سر به هوا شدی یا با روز اول خیلی فرق میکنی یا آدمو خسته میکنی یا برو دوباره میگیری نگاتیو این تو خب منم خسته شدم هی میگین اشتباه گفتی زود گفتی دیر گفتی سر جاد وای نشدی خب منم خسته میشم دیگه زود رفتی یواش رفتی سر جاد وای نشدی لنز هفته بعد تکون نخور لحظه صد نفس نکش آخه منم خب خسته میشم دیگه بیا
بچه خوب باشی. نه خیر، من موضوع کردم. ببین آقا مجید، چه بخوای چه نخوای باید فیلمو تموم کنی. خسته هم شدی، میدونم خسته شد، همه مو خسته شد. بوری استراحت کن دوباره بشه. آقا مجید یه چای بده قربون. قابل نورد آقای کلمان. آقای بنجید کاسه تو بیار، فیلم تموم شد.